فیلم آوازهای سرزمین من درباره گروهک تروریستی داعش و جنایات اونه. چه بخش از این فیلم تو ایران ضبط میشه؟ از اونجایی که ساختن تصاویر انفجارهای مهیب در خود لبنان ممکن نبوده، رافعی کارگردان آوازهای سرزمین من این قسمت‌ها رو در ربات کریم ضبط کرده. جالب این رو بگم که تنها بازیگرای ایرانی این فیلم هم سربازای وظیفه‌ای هستن که از پادگان خودشون به سر صحنه اومدن. آوازهای سرزمین من جدیدترین ساخته سینمایی عباس رافعی این روزها مراحل فیلمبرداری خود را در اطراف شهر تهران طی می‌کند. فیلمی که برای اولین بار به نقش مخرب گروهک داعش و تکفیری‌ها در منطقه می‌پردازد. فیلم به موقعیت داعش و کمک هایی که از طرف بیگانگان به اونها میشه، به خصوص دول غربی، یک زمانی نیرو و اسلحه و مهمات دادن به این گروه ها و الان بیرون نشستن و میگن که خب ما میخوایم اونها رو بمبارون کنیم و ما اینا از ما نیستن. پس از ضبط برخی سکانس ها در ایران، دوباره گروه فیلمبرداری به لبنان باز میگردند و این بار در شمال این کشور به فیلمبرداری خواهند پرداخت. موقعیتی توی این فیلم تصویر میشه که شاید مردم توی تصاویر خبری لحظات شد دیدن، اما از پشت پرده تشکیل این گروهک خبر ندارن و ما سعی کردیم در قالب این داستان یک آگاهی به تماشاچی بدیم که این گروه چگونه به وجود اومد. سربازان وظیفه‌ای که بازیگران نقش نیروهای داعش در فیلم آوازهای سرزمین من هستند، در واقع تنها بازیگران ایرانی در این فیلم هستند. سکانس هایی بود که نمیتونستیم توی لبنان و سوریه ضبط بکنیم به دلایل مسائل امنیتی. صحنه های انفجار، تیراندازی توی ایران فیلم برداری میشه. یکی از بازیگران فیلم که در نقش یکی از سران داعش در آوازهای سرزمین من حضور دارد، از ویژگی های این نقش میگوید. منم مبسوط کثیر به تجربه. اودیرعد هستم، بازیگر لبنانی که خیلی سینما ایران دوست دارم و خیلی کار کردم با سینما ایران. با اینکه من خطر خیلی زیادی مواجه میشه با من، اما چون علاقه داشتم به این کار و به آینده این کار، این نقش رو انتخاب کردم. داعش یک گروهکیه که آمریکا و اسرائیل اینو ساختن برای نابود کردن اسلام و کشورهای اسلامی. عباس رافعی کارگردان آوازهای سرزمین من اثری متفاوت را برای جشنواره 33 فیلم فجر با محوریت داعش به تصویر می‌کشد.